سلام این پاورقه قسمت پنج و هفتم زبان اصلی سریال اتاق قرمز همزمان با پخشش در ترکیه وقتی بنیامین در همامه گوشش زنگ میخوره پنبه متوجه اسم زنی که به اون زنگ زده میشه و کاری نمیکنه اما کمی بعد زن پیغام میده و پنبه با خوندن پیغام زن پاویونی که از بنیامین پرسیده پس که قرار خونه رو از چنگ پنبه بیرون بیاره چشماش گرد میشه اون همون روز و فورا خودش رو به مطب میرسونه تا این موضوع رو به دکتر هم بگه دکتر با دیدن اون میفهمه که استرسش زیاده پنبه میگه همه یه اون تغییر رفتاره یه بنیامین به خاطر این بود که خونه رو مال خودش کنه حتی واسه این کارش تعجبم نکردم به نظر شما چیکار باید بکنم دکتر میگه پنبه من اینو نباید بگم تصمیمش با خودته بیا در موردش صحبت کنیم تا با هم تصمیم بگیریم و از پنبه میخواد در مورد آشنایش با بنیامین صحبت کنه پنبه میگه پس بذارین اول در مورد اینکه چطور شد اومدیم استانبول بگم پنبه میگه بعد از مرگ شوهر اولش پدر و مادرش به خونه اون اومدن تا با اون زندگی کنن. پدرش هم نقشه داشته تا خونه رو به عنوان ارسی که به پنبه میرسه بالا بکشه. اما پدر اسماعیل اونو تهدید میکنه که حق نداره همچین کاری بکنه. وقتی پدر پنبه سر این موضوع عصبانیتش بیشتر میشه فشارش بالا میره و همونجا سکته میکنه و میمیره پنبه خیلی عادی در مورد مرگ پدرش صحبت میکنه و ادامه میده که بعد از اون به اصرار اون و با پول فروش خونه همراه مادرش به استانبول رفتن و تازه اونجا بوده که هر دو آرامش رو پیدا کردن وقتی پن به سر کار میرفته یا همراه دوستاش بوده و شب و دیر به خونه می اومده مادرش به خاطر حرف مردم و اینکه اون یه زن بیوست و درست نیست با دوستاش بچرخه تصمیم میگیره دیگه سرش توی کار خودش باشه و با کسی هم گر نمیگیره اتفاقا بنیامین هم اونجایی که پنبه کار میکنه کارگر بوده و حسابی از پنبه خوشش میاد و برای اینکه اونو به دست بیاره خودشو جور دیگه ای نشون میده و با حرفای خوب خامش میکنه پنبه میگه من اصلا نمیخواستم ازدواج کنم اما مادرم میگفت این فرصت دیگه گیرم نمیاد و رازیم کرد رفتارهای بد بنیامین همین که نامزد کردیم یکی یکی رو شد اما منم چاره جز اینکه تحمل کنم نداشتم. طولی نمیکشه که پنبه از بنیامین بچه دار میشه و بعد از اون هم کودک زدن شوهرش شروع میشه و پنبه که حالا بچه داشته صداشو هم در نمی آورده و اعتراض هم نمی کرده. چون تنها خاطره ای که از بچگی داشته همین مشت و لگت خوردن از پدر و شوهر اولش بوده و به اینجور رفتارها عادت داشته اما دکتر توی دلش میگه بنیامین دقیقا یکی مثل پدرشه پنبه متوجه این موضوع نبوده و رو به پنبه ادامه میده پنبه فکر میکنی رفتاره بنیامین شبیه کی بوده پنبه کمی فکر میکنه و بغض میکنه و اسم پدرشو میاره دکتر میگه از بچگی با این جور رفتارا آشنا بودی و همچین آدمایی رو با این جور رفتارا به خودت نزدیک میدونستی پنبه خیلی به خاطر این حرف ناراحت میشه و خودشو که قربانی این موضوع بوده لعنت میکنه دکتر از اون میخواد که از مقصر دونستن خودش دست برداره آخره یه جلسه پنبه با لبخند در مورد سینان صحبت میکنه اون میگه یادتونه بهتون گفته بودم هیچ برخورد فیزیکی بین ما نبوده واقعا هم نبوده اما به هم پیغام میدادیم و یه بارم به دیدنش رفتم که یکی از هم محله ها ما رو دید و خبر رو به بنیامین رسون بقیهش رو هم که خودتون میدونید دکتر وقتی میفهمه پنبه توی کافه در نزدیکی محله به دیدن سینان رفته تعجب میکنه و میپرسه پنبه چرا باید جایی بری که احتمال داشته ببیندتون مطمئنی این کارو عمدن نکردی تا گیر بیافتی؟ یا شاید به خاطر اینکه خودتو مقصر میدونستی میخواستی هر طور شده گناهت رو بشه پنبه کمی فکر میکنه و حرف دکتر رو تایید میکنه اون با لبخند از دکتر میپرسه به نظرتون اگه سینام بیا جلوی در باید چه جوری رفتار کنم دکتر میپرسه چه احساسی به دست میده من به میگه ترس میترسم از دستش بدم میترسم من لایق خوشبخت بودن نباشم دکتر از اون میخواد جسارتش رو جمع کنه و عقب نکشه کلیک به دیدن دکتر میاد و به اون میگه پیشنهاد جدید کاری داره و بعد از مدت طولانی قرار روی صحنه بره. دکتر براش خوشحال میشه و میپرسه مادر تا مدت های طولانی روی صحنه میرفت و آواز میخون. درسته؟ کلیک میگه تا وقتی که کور بشه بله و بعد خودش ادامه ی داستان رو که از هفته قبل مونده بود تعریف میکنه. وقتی شرف از پله ها پایین پرت میشه اونو فورا به بیمارستان میبرن اما دکتر میگه شرف ضربه مغزی جدی خورده و حتی بعد از عمل سنگین و هزینه بر بازم مسارت این ضربه مثل فلت شدن و حرف نزدن همراهش خواهد موند فروزان و بایرام به خاطر پسرشون گریه میکنن اما چند روز بعد بایرام که تحمل اینکه پسرش رو توی اون وضعیت ببینه نداشته وسایلش رو جمع میکنه و با اینکه فروزان اونو ترسو میخونه خونه رو برای همیشه ترک میکنه و توی اون شرایط سخت فروزان رو تنها میذاره فروزان برای جور کردن هزینه ی عمل شرف چیزی به ذهنش نمیرسه جز اینکه از رئیس پاویون هزینه یه جراحی رو قرض بخواد اما رئیس به اون میگه این پول زیادیه رو صحنه رفتن و آواز خوندن جبرانش نمیکنه فروزان بیاد با مشتری گرمتر برخورد کنی وقتی نتونم به دست بزنم پولی هم نمیدن فروزان که منظور اونو فهمیده پیشنهادش رو رد میکنه رئیس بی پرده میگه پس منتظر بمون و مرگ پسر تو جلوی چشمات ببین فروزان که چاره ای نداشته پیشنهاد رئیس رو قبول کرده و بدون اینکه به کسی چیزی بگه هزینه ی عمل شرف رو جور میکنه بعد از عمل شرف حالش بهتر میشه ککلیک با یادآوری اون روزا بغزش میگیره و میگه ولی اون روزا حسنی هم هیچ وقت تنها نذاشت وقتی مادرم به پاویو میرفت من و حسنی با هم مراقب شرف بودیم ککلیک آهی از ته دل میکشه و میگه من هر شب منتظر اومدن مادرم بودم همیشه با سر داغون و لباسای پاره و کتک خورده به خونه می رسید و گریش بند نمیومد حتی تو اون سن کم من متوجه بودم که یه چیزی درست نیست مادرم حتما چون خجالت میکشیده من چیزی ببینم یا بشنوم هیچ وقت به اجازه نمیداد تا همراهش به پاویون برم کلیک که در عالم کودکی ناراحتی مادرش رو فهمیده تصمیم میگیره به کمک حسنی و مادرش جیدان جشن شب سال نو بگیرن تا فروزان رو سپرایز کنن اون شب یکی هم قشنگترین شبای زندگی کلیک میشه بعد کلیک با ناراحتی میگه بعد از هر خوشحالی همیشه یه غم بزرگی هست و تعریف میکنه کسی به اسم آیهان فانتزی که فانتزی‌های های عجب غریبی داشته به مادرش توی پاویون گیر میده و وقتی فروزان به اون روی خوش نشون نمیده از پشت سر بهش شلیک میکنه و بعد از اون فروزان برای همیشه نابینا میشه یک کلیک به خاطر مادرش بغض میکنه و به سختی جلوی گریش میگیره دارا به مطب میادون به دکتر میگه قرصهایی که داده باعث شده راحت بخوابه اما همیشه کابوس میبینه و بعد میگه کابوس هم نمیشه گفتم میشه داداشم توی خوابام هست و به یاد خوابهایی میفته که توی اونا همیشه برادرش روی تخته و به سختی نفس میکشه دارا تعریف میکنه اون روزها آردا با اون قهر بوده و همین که آردا با اون صحبت نمیکرده اونو از همیشه تنها تر میکرده تا اینکه آردا گفته شنیدم که موقع دعا کردن گفتی من هیچ وقت خوب نمیشه حالم برای همین شبا میترسم بخوابم که یه وقت نمیرم دارا هم میگه حالت خوب میشه من همیشه بالای سرت بیدار میمونم تا تو راحت بخوابی بعد از اون دارا به هر زحمتی که بوده همیشه بیدار میمونده و مراقب برادرش بوده دارا با لبخند تلخی میگه مامانم وقتی میدید من مراقب آردام خیلی خوشش میومد هر وقت حالش خوب بود با من مهربون بود برای همین من هر کاری میکردم تا حال مامانم خوب باشه اون لبخند میزنه و در مورد روزی که مادرش به کمک همسایشون سرا و حتی آردا براش تولد سورپرایزی گرفته بودن صحبت میکنه و میگه شاید یکی از قشنگترین روزهای زندگیمون روز بود مامانم به خاطر من اون کارا رو کرده بود تا من خوشحال بشم. موقع فوت کردن شم دارا آرزو کرده بود حال آردا خوب بشه اما وقتی آرزوش برآورده نشد بعد از اون دیگه هیچ وقت آرزویی نکرد و حتی از امیدوار موندن هم ترسید. چند روز بعد آردا دوباره نفسش به شماره میفته و مادر با بغز به دارا توضیح میده که از این به بعد باید بیشتر مراقب آردا باشن چون بدون دستگاه اکسیژن دیگه نمیتونه نفس بکشه اینجا یه داستان دارا دیگه ادامه نمیده و از شدت ناراحتی بلند میشه و میره پنبه به همراه مادرش در خونه اون نشسته و به ساتی میگه دیگه هرگز پیش بنیامین بر نمیگرده همون موقع در خونه رو میزنن و پنبه با باز کردن در و روبرو شدن با سینان لبخند میزنه. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار.